سلام دوستان، توی این ویدیو میخوام در مورد مبحث بازنشستگی براتون صحبت بکنم. اهمیت این موضوع که شما ماهانه حق بیمه پرداخت میکنید، علاوه بر این که میتونید از خدمات درمانی استفاده بکنید، مبحث بازنشستگی هم هستش. شما اگر میخواید شرایط بازنشستگی تون احراز بشه، حتما باید دو تا معیار داشته باشید. اولین معیار سنه و دومین معیار سابقه بیمتون هستش که برای آقایون و خانوم متفاوته. توی این ویدیو در مورد آقایون براتون صحبت میکنم و تو ویدیوی بعدی در مورد خانوم. حداقل سنی که برای بازنشستگی آقایون هستش به طور کلی 60 سال همراه با 20 سال سابقه کار که میتونن درخواست بازنشستگی بدن. ولی خب ممکنه یه شخصی باشه 60 سال سن داشته باشه ولی بین 10 تا 20 سال سابقه بیمه داشته باشه، مثلا 16 سال سابقه بیمه داشته باشه، این فرد هم میتونه درخواست بازنشستگی بده، منتها پرداخت حقوقش بر مبنای 16 روز حساب میشه. یعنی ماهانه اگه 30 روز باشه، بر اساس 16 روز بهش حق بیمه تعلق میگیره. حالا اشخاصی هم که 60 سال دارن ولی سابقه شون زیر 10 سال هستش، باید حتما اون ما با تفاوت 10 سال رو پر کنن تا به سابقه 10 سالشون برسن و بعد از اون درخواست بازنشستگی بدن که حقوقشون همونطوری که بهتون گفتم بر مبنای 10 روز محاسبه میشه. یه سری افراد هم هستن 30 سال سابقه بیمهشون پر میشه ولی هنوز به 60 سال نرسیدن و میخوان زودتر از موعد درخواست بازنشستگی بدن. این افراد اگر از 50 سال به بالا باشن به راحتی میتونن درخواست بازنشستگی بدن. تو ویدیوی بعدی علاوه بر اینکه در مورد مبحث بازنشستگی خانوما صحبت میکنیم، طریقه محاسبه حقوقی که در دوران بازنشستگی قرار شما دریافت کنید اونم بهتون اطلاع رسانی میکنم و آموزش میدم. موفق باشید.